انتصاب برتا ویلسون به عنوان نخستین قاضی زن در دادگاه عالی کانادا 4 مارچ. برتا ویلسون نخستین زنی بود که در دادگاه عالی کانادا منصوب شد. او در 18 سپتامبر 1923 در اسکاتلند به دنیا آمد. پدر او آرچیبالد وارن هام یک فیلسوف شناخته شده و استاد دانشگاه اسکاتلند بود. برتا پس از گذراندن تحصیلاتش در دبیرستان به دانشگاه تربیت معلم رفت و در سال 1945 فارغ التحصیل شد و با شخصی به نام ریورن جان ویلسون ازدواج کرد. آنها در سال 1949 به کانادا مهاجرت کردند. برتا در سال 1955 وارد دانشگاه دالهاوزی شد تا حقوق بخواند. بعد از 3 سال فارغ التحصیل شد و به دادگاه نوا اسکاتیا و بعد آنتاریو فراخوانده شد. او در سالهای 1958 تا 1975 با یک شرکت بزرگ و معتبر حقوقی در تورنتو به عنوان وکیل همکاری کرد. در دسامبر 1975 در دادگاه استیناف اونتاریو منصوب شد و با تصمیمات انسانی خود در پرونده‌های مربوط به حقوق بشر، تبعیض قومی و جنسی، دارایی، زناشویی، حضانت کودکان و دسترسی شهروندان به اطلاعات مربوط به خود که توسط دولت جمع‌آوری شده بود، توجه عمومی را به خود جلب کرد. در 4 مارچ سال 1982 پس از فشار شدید فمینیست ها برای حضور یک زن در دادگاه عالی، ویلسون در دادگاه عالی کانادا به عنوان قاضی منصوب شد. از آن زمان او در قضاوت های مختلفی در دادگاه عالی شرکت کرد که یکی از مهمترین آنها احتمالاً نقض قانون سقط جنین در کانادا در اوایل سال 1988 است. در همان سال او به عنوان بازپرس کمیسیون سلطنتی مردم بومی منصوب شد. او از سال 1982 تا 1991 در دادگاه عالی خدمت کرد. در سال 1991 به عنوان عضو انجمن سلطنتی کانادا انتخاب و در 4 ژانویه 1991 بازنشسته شد. قاضی ویلسون در 28 آوریل 2007 در سن 83 سالگی درگذشت. خدمات انسانی او نه تنها باعث کمک به عده زیادی ستم دیده شد، بلکه به پیشبرد کانادا در مقطعی تعیین کننده در تاریخ این کشور کمک کرد.